سلام به خبر شش از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. امروز پنج شنبه هفتم ماه صبر سال 1402 خورشیدی است. سرخط خبرها: نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع بانوان در افغانستان. این شورا امروز قطعنامه ای را درباره ممنوعیت کار بانوان در افغانستان تصویب خواهد کرد. افغانستان به حیث یکی از فعالترین اعضای سازمان ملل متحد، صرف نظر از اینکه در آن چگونه حکومت گوناگونی میکند، مکلف به تطبیق قوانین، فرامین و مصوبه های شورای امنیت و سایر ارکان های این سازمان ملی میباشد. 45مین سالگرد کودتای هفتم ثور، پیامد این کودتا برای افغانستان در بیشتر از 14 دهه چی بوده؟ تغییرات زیاد آمد، دستاوردهای زیاد داشت، اما بدبختی‌های هم داشت و این بدبختی‌ها ناشی از نبود یک پالیسی درست، نبود وحدت و همبستگی مردم. افزایش بیماری کووید 19 در کشور. پزشکان شفاخانه افغان ژاپن میگویند بیشتر افراد مبتلا به ویروس کرونا که در این شفاخانه ثبت شده اند زیر سن 18 سالند. مریضای طفل هم داشتیم، این تستش مثبت بود. ما چند تا مریض در بخش وارد داریم که تستایشان مثبت است. تمام مریضایی که نظم مراجعه کن تمامشان مشکوک به نظر میرسید، ولی بخاطر از ما نیاز به ماشین به نام جن سکونسر داریم. ثبات پول افغانی در برابر ارزهای خارجی. امیرخان متقی میگوید ارزش پول افغانی در برابر دلار با گذشت هر روز افزایش یافته. و هشدار امریکا به کره‌ی شمالی. وقت شما بخیر، من شمس همانی هستم. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز قطعنامه ای را درباره ممنوعیت کار بانوان در افغانستان تصویب خواهد کرد. رویترز گزارش می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل با تصویب این قطعنامه از حکومت سرپرست خواهند خواست تا تصمیمش را درباره کار بانوان بازنگری کند. هرچند امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این همواره گفته که مسئله بانوان در افغانستان یک موضوع داخلی است. در حالی که کمتر از یک هفته به برگزاری نشست دوحه در قطر مانده است، شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنجشنبه نشستی را درباره اوضاع زنان در افغانستان برگزار می کند. به نقل از رویترز، در این قطعنامه که سوی امارات متحده عربی و ژاپن آماده شده است، از امارت اسلامی خواسته خواهند شد تا تصمیمش درباره بانوان در افغانستان را بازنگری کند. چالش ها در افغانستان چند وجهی هستند و باید به آنان رسیدگی شود، اما آنچه واضح هست این است که بدون زنان نمیتوان به وضعیت وخیم کشور به گونه پایدار رسیدگی کرد. افغانستان به حیث یکی از فعالترین اعضای سازمان ملل متحد، صرف نظر از اینکه در آن چگونه حکومت گوناگونی میکند، مکلف به تطبیق قوانین، فرامین و مصوبه های شورای امنیت و سایر ارگان های این سازمان ملی میباشد. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره زنان افغانستان در حال برگزار می شود که قرار است تا کمتر از 4 روز دیگر نشست درباره افغانستان در دوحه نیز برگزار شود. سخنگوی امارت اسلامی از شرکت کنندگان نشست دوحه می خواهد که درباره به رسمیت شناسی امارت اسلامی تصمیم بگیرند. امارت اسلامی افغانستان که یک نظام در افغانستان است و در افغانستان باش توقع دارد، باید به رسمیت شناخته شود و حقوقشان در ملل متحد و در دیگر کشورها داده شود. بسیار ما خواهان روابط بسیار خوب و حسن با کشورها هستیم. در سوی دیگر، زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان درباره نشست دوحه گفته است که از این نشست انتظار مشخصی ندارد. امارت اسلامی با اتکا به این اصل و با حفظ ارزش‌های ملی و اسلامی میتواند با جامعه جهانی در رابطه تفاهم نماید. در همین حال معاون دیدبان حقوق بشر در رشته تویت های از نبود زنان در نشستی که به میزبانی انتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در دوحه برگزار می شود انتقاد کرده است و افزوده است که تقریبا تمامی نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان مرد هستند و علی رغم درخواست های مکرر از هیچ زن افغان در این نشست دعوت نشده است.
امروز هفتم ثور برابر است با 45مین سالگرد کودتای حزب دموکراتیک خلق در افغانستان. حزب دموکراتیک خلق در سال 1357 با انجام کودتا نخستین نظام جمهوری داوود خان را سرنگون ساخت و قدرت را به دست گرفت. اما پیامد این کودتا برای افغانستان در بیشتر از 4 دهه چی بوده؟ اسما ساین در این گزارش به این موضوع پرداخته. 4.5 دهه قبل از امروز آرامش پایتخت را یک تحول بزرگ سیاسی برهم زد. صبحگاهی 1357 هجری خورشیدی کابل را صدای توپ و غرش تانک های حزب دموکرات خلق بیدار کرد. قطار از تانک های زره و چرخبال های ارتش بر ارگ ریاست جمهوری حمله کردند و نخستین کودتا علیه نخستین نظام جمهوری رقم خورد. کودتایی که منجر به کشته شدن داوود خان و 18 تن از اعضای خانوادهش شد و نظام دموکراتیک خلق بر افغانستان حاکم شد. داوود خان هم فقط انحصار کرده بود تمام وزارتخانه ها را به مو کسایی که در کودتا امرش بودن و کار به اهل کار سپرده نشده بود. بسیار آدم های خرد رتبه را بسیار رتبه های کلان دادن. از او خاطر زمین سازی برای کودتا بسیار آسان شد. با یک حرکت بسیار پیش پا افتاده حکومت از هم پاشید. تغییرات زیاد آمد، دستاوردهای زیاد داشت، اما بدبختی های هم داشت و این بدبختی ها ناشی از نبود یک پالیسی درست، نبود وحدت و همبستگی مردم و بخصوص روشنفکرا و مردم های پیشگام و پیشقاراول بود. محمد آقا زکی 64 ساله در آن زمان گرداننده جوان خبرهای رادیو ملی افغانستان بود. او از خاطراتش در هفتم ثور چنین حکایت میکند. دلته چې زیات رول چالو به و هغه خپل اصله متنجر و قوای هوایی د جنرال قادر په لاس کې وه، او د لوای چار زیردر قمندان چې د پلچرخینې حرکت کړی و دا نو خپل اصله متنجر و اصله متنجر بهسدي کې نری غږې و او دا اعلان که چې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د مرکزي کمیټې د عمومي منشي ملګري نور محمد تریکې تر رهبرۍ او زحمت لاندې د ثور د اومې نیټې پرتمین انقلاب په افغانستان کې بریالیتوب ته ورسېده. همزمان با محاصره ارګ ریاست جمهوري اسلم وطنجار عضو اردوی خلق دقیقا از همین مسیر وارد رادیوی افغانستان شد و موفقیت کودتا را از همین رادیو اعلام کرد. اما پس از کودتای هفتم ثور 1357 هجری خورشیدی، نور محمد ترکی یکی از رهبران حزب دموکراتیک خلق به قدرت رسید و افغانستان در یک مسیر تازه قرار گرفت. کودتای هفت ثور در روز همان به تشویق روسیه شوروی صورت گرفت. بعضی جوانهای روشنفکر سهم داشتند و اما سلسله منفی و حوادث ناگوار تاریخ افغانستان معاصر از وقت شروع شد. اما پیامدهای کودتا برای افغانستان چی بودند؟ کودتا خلقی ها و کمونیست ها در افغانستان هیچ پیامد و پیام مثبت برای مردم افغانستان نداشت. به خاطر چی که یک طرف گفتم که حتی از دیدگاه خودشان به وقت مشخص انقلاب نشده بود، دومی که کاملا یا چنان یک استراتژی را در پیش گرفته بودند که با تمام ارزش‌های ملی و دینی مردم افغانستان در تضاد بود. سرنگونی نظام کمونیستی اما راحت نبود. نزدیک به 10 سال جنگ در کشور صدها هزار کشته بر جا گذاشت و میلیون‌ها تن دیگر را مجبور ساخت تا کشور را ترک کنند. در هشتم ماه ثور 1371 هجری خورشیدی آخرین نظام کمونیستی بر رهبری دکتر نجیب الله سقوط کرد و مجاهدین وارد کابل شدند. اما با حاکمیت مجاهدین در سال 1371 هجری خورشیدی جنگ در کشور متوقف نشد. به باور برخی از سیاستگران افغانستان پس از کودتای هفتم ثور تا کنون گواه روی کار آمدن نظام پایدار نبوده است.
اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد میگوید که مسدود شدن دارایی های افغانستان و به تعلیق درآمدن کمک های توسعه ای وضعیت اقتصادی را در سال 2022 میلادی وخیم ساخته بود. این نهاد در گزارش گفته که در سال پار به ارزش 3.2 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه را به افغانستان فراهم ساخته. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که برای کاهش فقر تلاش دارند تا با راه اندازی پروژه های زیربنایی زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم سازند. آمنه حکیمی جزئیات می‌دهد. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد گزارش تازه وضعیت اقتصادی افغانستان در سال 2022 میلادی را به بررسی گرفته است. بر بنیاد این گزارش افغانستان برای سومین سال با خوشسالی روبرو است و در سال پار ملل متحد برای بیش از 26 میلیون تن در افغانستان با هزینه 3.2 میلیارد دلار کمک های بشری را فراهم ساخته بود. شرکای بشردوستانه در سال 2022 میلادی برای 26.1 میلیون تن در افغانستان کمک رسانیدند. برای 22.3 میلیون تن کمک غذایی و معیشتی، برای 13.3 میلیون تن کمک های بهداشتی، برای 11 میلیون تن دسترسی به آب، برای 6.2 میلیون کودک و زن باردار شیرده کمک پیشگیری و مقابله با سوء تغذیه هات و برای 5.7 میلیون تن کمک های حفاظتی را فراهم کردند. اما برخی از آگاهان مسائل اقتصادی به این باورند که کارگیری از راهکارهای کهنه در توزیع کمک‌ها و هزینه بلند اداری نهادهای مددرسان سبب شده تا کمک‌ها بیشتر مؤثر نباشد. مصارف اداری چنین سازمان‌های بین‌المللی که تا حدود 65% هم بلند رفت، در حقیقت مانع از این شد که این کمک‌ها به صورت بسیار معقولش به کار بیفته و در حقیقت اونمو هدف فقر زدایی که جزء اساسی کمک ها است و هدف اساسی کمک ها را تشکیل میکنه و را به دست بیاره. در همین حال برخی از باشندگان پایتخت از نهادهای مددرسان میخواهند که کمک هایشان را به گونه شفاف به نیازمندان توزیع کنند. کسی که مستحق است که امروز زمو یک کمک برادری کنند، این پیش خداوند گم نمیشه. تو با ما فرض مثال امروز کرد یا یک رپا یا یک لک، این پیش خدا گم نمیشه. باید همو با مستقیمش توضیح شود. کارو بار نیسته، در لس رو پیستو بخواله کم دوده خوری، کمک ممک سوک نکیو است. از سوی هم وزارت اقتصاد میگوید که امارت اسلامی برای ریشه‌کن ساختن فقر در کشور تلاش دارد تا پروژه های بزرگ اقتصادی را راه اندازی کند و در بخش کشاورزی نیز در کشور سرمایه گذاری کند. در سال جاری ما چند تا برنامه داریم که برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مفید است. اول راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی مشابه پروژه های کلانی که در قشتپه اجرایی شد. دوم زراعت فراسنتی را ما می خواهیم درش نقش و تحول مثبت ایجاد کنیم، به این معنا که گذار از زراعت سنتی به زراعت تجاری و صنعتی در دستور کار ما قرار دارد. پیش از این سازمان جهانی هواشناسی گفته است که 19 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو اند. وزارت صحت عامه میگوید که در نزدیک به یک ماه گذشته بیش از 3000 رویداد ویروس کرونا در کشور ثبت شده. به گفته سخنگویان وزارت، روند واکسیناسیون بیماری کووید 19 تا چند روز آینده در 17 ولایت کشور آغاز خواهند شد. در همین حال پزشکان شفاخانه افغان ژاپن میگویند که بیشتر افراد مبتلا به ویروس کرونا که در این شفاخانه ثبت شده اند زیر سن 18 سالند. هدیه زیایی. مریم 13 ساله که دانش آموز صنف ششم مکتب است میگوید که از 6 روز به این سو به ویروس کرونا مبتلا شده است و در بخش کووید 19 شفاخانه افغان ژاپن بستری است. گلونیم درد میکرد، امروش استایش و کمری و پای باز در چهار کلا بستر بودم، از اینجا تا اینجا روان کرد باز. امین نماز صبح خانم بار از امو دیم در بسیار گنگ شدم، جان درد چی بودم، دلبت میشدم، بعد از باز در همین حال وزارت صحت عامه می گوید که در کمتر از یک ماه پسین شمار واقعات مثبت این بیماری در کشور رو به افزایش است و این وزارت تلاش دارد تا کارزارهای بیشتر واکسیناسیون را برگزار کند. په د تیر میاشت کې هم موږ په ولس ولایتونو کې تقویتی یا بوستر ډوز واکسین کمپاین تطبیق کړی ده. د مې په میاشت کې به ان شاء الله بیا په د پاتې ولس ولایتونو کې هم د کرونا واکسین تطبیق کیږي چې دا به تقویتی ډوز یا بوستر ډوز بوي. آمار مبتلایان به بیماری کووید 19 از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون در سراسر کشور
بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه از آغاز ماه جنوری سال روان میلادی تا اکنون 6332 واقعه مثبت ثبت شده و 37 تن دیگر از بهر این بیماری در سراسر کشور جان باختند. در همین حال شماری از پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که در هفته های پسین شمار واقعات مثبت و مشکوکین بیماری در پایتخت افزایش یافته است. آنان از وزارت صحت عامه میخواهند که مراکز بیشتر درمانی را بر این بخش ایجاد کند. تمام مریضایی که نزد ما مراجعه کردن تمامشون مشکوک به نظر میرسید، ولی به خاطر از ما نیاز به ماشین به نام جن سکونسر داریم که یک ماشین خیلی قیمتی است و ماشین ما در دسترس نداریم. مریضای طفل هم داشتیم، این تستش مثبت بود. ما چند تا مریض در بخش وارد داریم که تستایشان مثبت است. باید طفلای خودم احتیاط بکنن و در کل از ازدحام و از این چیزا خودداری بکنن. وزارت صحت عامه میگوید که تمامی امکانات را از بهر درمان بیماران کووید 19 در اختیار دارد و هنگام روبرو شدن با اوضاع بحرانی خواهان کمک از جامعه جهانی خواهد شد. شماری از مسگران در پروان با نگرانی از رکود صنعت مسگری در این ولایت میگویند که این صنعت با وجود داشتن پیشینه کهن در معرض نابودی قرار دارد. روح الله سنگر از پروان بیشتر در این گزارش میگوید. در گوشه ای از شهر چاریکار هنوز هم صدای چکش غلام فاروق درویشی به گوش میرسد که از سالهای دور به این سو چرخش زندگی خانواده خود را با ساختن ظروف مسی به چرخش آورده است. این باشنده پروان که روزگار جوانی خود را در همین پیشه به مسفیدی رسانده است میگوید روزگار صنعت مسگری مشتریان زیادی داشته است، اما اوضاع بد اقتصادی مردم سبب شد که آنان حتی ظروف دست داشته خود را نیز به فروش برسانند. کلگی ظرف خود سودا کرد، چیز از ناتوانی یه پیسگی و چیز سودا کرد، چیز ناباب ساختن که ناباب است به نظر و چیزایی که آمد که هیچ به درد نخورد. شماری دیگر از مسگران در پروان میگویند بهای بلند مواد خام و ترویج ظروف پلاستیکی و ارزان سبب شده است تا این صنعت رشد نکند. آنان از حکومت میخواهند تا مسگران در این ولایت را پشتیبانی کنند. مواد خام فعلا قیمت است نمی آید، دوکان ها رشد نکده، از دولت همی خواهشمند هستیم که کار ما را رشد بده. یگانه علت سقوط کارم کس اینمی تولیداتی که از بین رفت از این ولایت این یگانه علت شینمی بوده که از خارج می آید. رئیس صنعت و تجارت پروان می گوید تلاش می کنند تا صنعت مسگری در این ولایت را پشتیبانی کنند. ما برنامه های روز در روی دست داریم، ما کوشش می کنیم که برای رونق و برای بیشتر شدن کار و بازاریابی اینا تلاش بکنیم و تلاش های ما جریان داره. صنعت مسگری در افغانستان پیشینه زیادی دارد و روزگاری شهروندان کشور بیشتر لوازم مورد نیاز خانه به ویژه جهیز عروسی را از همین دستساخت‌های مسگران تهیه می‌کردند. یک بار دیگر خوش آمدید. وزارت خارجه میگوید که پول افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه با ثبات‌تر بوده. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه میافزاید در حالی که ارزش پول کشورهای دیگر در منطقه در برابر دلار کاهش یافته، اما ارزش پول افغانی در برابر دلار با گذشت هر روز افزایش یافته. وزارت خارجه امارت اسلامی میگوید پول افغانی نسبت به ارزهای دیگر کشورهای منطقه از ثبات خوبی برخوردار است. سرپرست این وزارت میافزاید ارزش افغانی در برابر دیگر اسعار به ویژه در برابر دلار با گذشت هر روز بیشتر می شود. ای هم برای ما و شما افتخار است که امروز در صف حکومت های سیال و برابر هستیم. الحمدلله که حیثیت پیسه ما و شما شاید به سطح دنیا اولین پیسه با هست که در مقابل دلار بالا میره پایین نمیه. در همین حال بانک مرکزی افغانستان میگوید به علت تطبیق بهتر سیاست پولی و جلوگیری از قاچاق دلار به بیرون از کشور توانستند تا از کاهش ارزش افغانی جلوگیری کنند. په هیواد کې د یو شمیر ملی او نړیوالو پروژو پیل د بهرنیو آثار و قاچاق مخنیوی او همدارنګ د رونتیا رامنځته کېدل هغه عوامل دي چې د افغانۍ د ارزښت د ساتنې په برخه کې مرسته کړې ده.
از سوی هم اتحادیه صرافان سرای شاهزاده کابل به این باور است که برای حفظ ثبات ارزش افغانی، بانک مرکزی باید به گونه دوامدار دلار را به بازارهای کشور عرضه کند و از کارگیری از اسعار دیگر کشورها جلوگیری کند. ټول افغانستان کې باید افغانستان بانک لازمی اقدامات وکړي تر څو چې د خارجي اسعارو خاصتا د پاکستانی کالدارو او د ایرانی تومان د چلیش مخنیوي وکړي. با این حال وزارت اقتصاد میگوید کمک های نقدی که به افغانستان می آیند برای ثبات ارزش افغانی اثرگذار بودند. پول های نقدی که به افغانستان منتقل میشه به خاطر تقویت ارزش پول ملی و در مواردی به منظور احیا و اعمار زیرساخت های اقتصادی افغانستان برای رسیدن به خودکفایی مد نظر قرار می گیرد. پیش از این بانک مرکزی کشور تاکید کرده است که واحد پولی افغانستان در یک سال گذشته در میان واحد پولی نو کشور قرار گرفته است که ارزش آن از ثبات خوب برخوردار بوده است. همینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از همراهیتان سپاسگزارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.